وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با صدور بیانیه‌ای شدید و لحن موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان به ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها طالبان را به پیگرد قانونی تهدید کردند. در این بیانیه که روز چهارشنبه در نیویورک منتشر شد آمده است که احکام و فرامین طالبان به صورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است. گروهی از کشورهای دیگر از جمله آلبانی، بلژیک، ایسلند، مالزی، مراکش، پاناما، سیرالئون و اسلوونی از بیانیه مشترک چهار کشور غربی حمایت کردند. این کشورها همچنین اعلام کردند که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تلاشی برای سکوت واداشتن نیمی از جمعیت و حذف زنان و دختران از عرصه عمومی است. چهار کشور غربی بیان کردند که بسیاری از زنان و دختران در افغانستان در حبس خانگی به سر می‌برند و از حقوق انسانی خود محروم شدند. در این مورد همراه هستیم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. سلام و شب شما بخیر. آقای جاوید، با توجه به تهدید چهار کشور جهان به پیگیری قانونی علیه طالبان در دادگاه لاهه به دلیل تبعیض جنسیتی، فکر میکنید این فشارهای بین المللی تا چه حد میتواند در تغییر رفتار طالبان نسبت به حقوق زنان و دختران افغانستان مؤثر باشد؟ با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما. خب قبل از همه میگم که همچنین اقدامی که از طرف چهار کشور صورت گرفته تقدیر بکنیم و ای هم معتقد هستیم که نتیجه تلاش ها و مبارزه بسیار همگی افغان ها در خارج از افغانستان بودن که خب جامعه جهانی رو به نوعی تحت فشار گذاشته که با طالبان همکاری نکنه و مبارزه زنای در حاکی علیه مثلا برخورده طالب برای زنان، مبارزه زنان نتیجه مبارزه زناست و ما این رو فرق نیک میگیریم. منتها به نظر از ما نمیتونیم از یک گروه متحجر که اینا به خاطر بعضی از پروژه های بخصوص افغانستان هم در توقع داشته باشیم که اینا تغییر بکنه و به تیز شش ماه برای خانم ها یعنی سیاستاش تغییر بکنه. اصلا طالب یک گروه متحجر است که با در مدارس دیوبندی اونجا آموزش دیده و برداشت از اونا از اسلام، از دین، از مذهب همی است که باید خانمها را حذف بکنه جامعه و اینا حضور در جامعه نداشته باشه. خب از یک طرف چهار کشوری که اقدام کرده خب اینا باید در مقابل اقدامی که دیگران بسیار استوار باشن و پیگیری کنند و تلاش میکنند که کشورهای بیشتر در این عرصه همراهی از اینا همسو شود تا بتونه طالبا را پاسخگو بسازد. و من متقید است که در صورتی که جامعه جهانی همچون یک تلاش بکنه نتیجه میده و طالب را نباید به اصلاح از اینا مثلا گام برداره، بلکه برای نابودی طالبا اینا باید گام برداره و یا حداقل یک حکومت همه شما که در اونجا طالب نتانه مثلا دین خود را مسلم کنه باید روی همچین یک موقع دیگه باید تمرکز بکنه. از طرف دیگه ما متوجه ازی هستیم قضیه که مثلا وزیر کشور با طالب کمک کده روانه است و یک تناقض بین کشور ها است. من فکر کنم که حال وقتش است که تمام کشورهای منطقه و جامعه بین الملل همسو باشه برای اینکه طالب ها در مقابل مسائل هزاره و در مقابل کشتار شیعه در افغانستان پاسخ رو بزنه. بله، متشکرم که با ما بودید. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت.